یه سوال خیلی خوبی هم مطرح کردی، در واقع دوتا سوال، و اون این که چرا خیلی وقتا ما میبینیم که بزرگان ما زندگیشون با حاشیه همراه بوده، همه چیز خیلی صاف و خوب جلو نرفته. به عنوان مثال پارشاهای هفته قبل ما خوندیم که یعقوب آوینو عوضات به دنیا نمیاد، اصاف به خور بوده و یعقوب میاد با اون سیاست به خورایی را از اصاف میخره، که این خیلی وقتی داستانش هم آدم میخونه شاید بگی خب چرا همچین اتفاقی میفته. اگر هاشم میخواست خب این به خورایی مستقیم باید به یعقوب میرسید، یا بعدن اسحاق آوینو میخواد اصاف رو براخا بکنه، یعقوب آوینو میره این براخا رو میگیره، خب چرا باید اینجوری بشه؟ اگر یعقوب صدیق بوده، صدیق تر بوده و اصاف رو میگیم که در راه درست نبوده، خب چرا براخای باید به اصاف میرسیده و یعقوب بره با به زور بگیره؟ چرا همچین چیزی پیش بیاد؟ اینا تو پارشای بعد هم میبینیم. مثلا در مورد خود یهودا، وقتی که قراره که از نسل یهودا داوید هملق به وجود بیاد و ماشیخ بیاد، بن پرتسیب از نسل پرس، چرا باید این اتفاقه به این شکلی که قشنگ و مناسب نیستش باید بیفته؟ چرا یه جور قشنگ آبرومندانه و مناسب این اتفاق نمیفته؟ حالا درسته که خخامیم توضیح میدن که اون قدیم رسم یوام با وجود اینکه دستور موظف نبودن، رسم یوام بوده و نه فقط برادر یوام میبرده، پدرزن هم میتونسته یوام ببره، ولی خب عملا یهودا حتی نمیدونسته که این عروسشه، چیز دیگه ای فکر کرده بوده و این مسائلی که اتفاق میفته چیز قشنگی نبوده. خب یه جور آبروریزی بوده در شأن یهودا، این موضوعات نبوده. یا بعدن مثلا در مورد خود داوید هملخ ما میبینیم با اون درجه مسائلی که پیش میاد، این خیلی جاها این را میبینیم که مسائل قدوشایی اونجوری که باید واقعا با قدوشایی بره جلو، یه مقدار جلوش مانع بوده. حتی حالا ما اینا رو مثال زدیم، در مورد خود بوعز هم میبینیم، بوعز که از نسلش قرار داوید هملخ به وجود بیاد و ماشیخ به وجود بیاد، بیاد و با کی ازدواج کنه؟ با روت، یه گیورتی که معاویت بوده و حرف و حدیث بوده که اصلا بحث بوده روش که آیا معاویت یعنی زن معاوی هم قانونش مثل مرد معاویه که حتی گر شده نمیتونه با اسرائیل ازدواج کنه، لویا حتی تو دوره دهم هم نمیتونه وارد جماعت بشه، یا نه روش بحث بوده تا خود دوره داوید هملخ هم این بحث بوده. چرا باید مسائلی که با قدوشاست با حاشیه همراه باشه؟ دلیلش چیه؟ خخامیم اینو به این شکل توضیح میدن. خخامیم میفرماین که وقتی که قدوشا تقدس جایی خیلی بالا باشه، این ساتان تمام تلاش خودشا میکنه که جلوی اون قدوشایی رو بگیره، نمیذاره که اون قدوشایی بلفل بشه، اون پتانسیلی که وجود داره، اون پتانسیل، اون توان بلقوه تبدیل بشه به بلفل، اینو نمیذاره. تنها راهی که این اتفاق بیفته اینه که به شکلی اون قضیه یه سری مشکلات هم توش بیاد، و این مشکلاته حالا درسته که در حدی نیستش که تحت الشعاع قرار بده کل قضیه را و از بین ببره، ولی قضیه را یه مقداری مشکل دار میکنه. خب و توی تمام این مثالایی هم که ما زدیم، این مثال ها همش نشون دهنده همینه. وقتی که این قدوشایی میخواد اتفاق بیفته، این همراه با یه سری مشکلاته، همراه با یه سری حاشیه هاست. شما نمونه شو ببینید، میدونید که تورا دستور میده در روز کیپور می اومدن دو تا بزغاله می گرفتن، دو تا سایر می گرفتن، این دو تا بزغاله را روش گرال می انداختن، گره می انداختن، گرال خاد لهشم، گرال خاد لعزازل، یکیش برای لهشم بوده، یکیش برای عزازل بوده. عزازل یعنی چی؟ عزازل اسم یه محلی بوده، یه هر جایی که نزدیک یروشالایم بوده
یه جای بیابو علف است که یه تپکوهی بوده، صخره‌های سنگی داشته، صخره‌های تیزی داشته. لعزازل یعنی این که می اومدن باروخ ابا لعزازل یعنی این که می اومدن این بزغاله را می بردن اونجا، باید ایش ایتی می فرستادن می بردن اونجا و اونجا از بالای این کوهه پرتش می کردن پایین، تکه تکه می شده و همونجا سخت‌ترین آوانای اسرائیل بخشیده می شده، جوری که یه پشم قرمز رنگا می اومدن تقسیم می کردن. اینا یکیشا می بستن به شاخ این بوزه، یکیشا می بستن به محلی در بیت مقدس. این بوزه وقتی پرتاب می شده پایین، این پشمی که تو بیت مقدس بسته بودن این قرمز بوده، سفید می شده. این میو خطای خیم کشانیم کشل گلبینو. هشم میگه، ناوی میگه اگر خطاهاتون مثل شانی باشه، یعنی پشم قرمز رنگ، مثل برف سفید میشه. ولی خود شاخه بوزه بس نمیبستن، یک دو قسمتش میکردن، یکیش به اون بوده، یکیش به تو خود بیت مقدس. در نتیجه کسایی که تو بیت مقدس بودن تا میدیدن که این سفید شده، میدونستن که این بوزه را پایین انداختن. زمان دوتاش سفید میشده. بله بله. حالا فلسفهش چیه؟ چرا باید این کارو میکردن؟ ما هیچ قربانی اینجوری نداریم که بیان از بالای یک کوه بندازن تکه تکه بشه. دو جور مفاشیم اینا توضیح دادن. یکی مفاشیم کلاسیک مثل رمبام در مورد نبوخیم و رمبن، این را به این شکل توضیح میدن که این یه عمل نمادینه که یک سری عوروت هست که اینا عورهای انقدر سخته و انقدر بده که هشم به صورت نمادین میگه اصلا قربانی هم نیارید برا من تو بیت مقدس. اینا این عوره ها رو بفرستید ال ارس گزرا عزازل، یه جای بیابون بیابو علف، یه صخره و غیره، اون به عنوان کفاره این بوزه رو پرت کنید پایین تکه تکه بشه. یعنی از و از این طریق این عورت که خیلی عوراهای ناپاک و بدیه بخشیده بشه، یعنی اونقدر بده که حتی به عنوان قربانی هم تقدیم نمیشه در بیت مقدس، ما میفرستیمش بیرون. این یه توضیحه. یه توضیح دیگه توضیح زهر و مفاشیمی که مثل زهر توضیح میدن. این توضیح میگه که مثال میزنه، میگه یه کاخی بوده، پادشاه تو این کاخ هست، یه سری سگای آدم خور گذاشته دور در کنار دروازه های این کاخه، کسی میخواد وارد این کاخه بشه نمیتونسته، چون این سگا جلوشو میگیرن بهش حمله میکردن. تنها راهش چیه؟ یه تیکه گوشی استخونی چیزی برداره، این استخونه رو بندازه جلو این سگه، این سگه مشغول بشه به این استخونه، سهمشو گرفته، مشغول استخونه است، این رد بشه از اونجا، بیاد جد بیاد داخل قصر بشه، داخل دربار بشه. این مثال میزنه برای یوم کیپور. یوم کیپور زوهر اینجوری توضیح میده عزازلا، میگه عزازل یعنی در واقع ما داریم یه کاری میکنیم برای تومعا، برای ساتان. هشم میگه که بیاید یه بوزیا بندازید جلو ساتان تکه تکه بشه، خب که اون مشغول این بشه، اون مشغول این بشه، مثل اون استخونه است که میندازن جلوی سگ، قیتروک نکنه، بدگویی نکنه و جلوی این که این کفارا اتفاق بیفته را نگیره، جلوی کفارایی که توسط عبودای یوم کیپور میاد را نگیره. خب و این برای قربانی کیپوره لشم و لعزازل. دقیقا همین نکته توشه، همین نکته چیزی توشه که یه چیزی که خیلی قدوشایی داره طبق این توضیح، طبق زهر، نمیتونه 100% کامل اتفاق بیفته، چون ساتان با قیتروک جلوشو میگیره، راشو میبنده. تنها راهش اینه که یه کلیفوتی هم توش باشه، یه بعیوتی هم توش باشه که همه چی آشیه اسمشو بزنیم، یه هواشی هم داشته باشه، همه چیز صاف و خوب جلو نره، خب و در نتیجه اتفاق بیفته. اتفاقا یه محصه یا میخوندم یه کتاب، این بار که نیویورک بودم، یکی از ربانیم از نسل ریبی لوی اسحاق میبردیچوف بوده،
ربی لوی یسحاق میبردیشوف میدونید که راوی بسیار بزرگی بوده، تلمید بلشمتوف، تلمید همگید میمزریش بوده. ربی لوی یسحاق میبردیشوف سنگوران شل اسرائیل خیلی معروفن به عنوان کسی که همیشه خوشگویی میکرده برای جامعه اسرائیل و یکی از نوادگانشون این کتاب رو چاپ کرده بود، داستانای ربی لوی یسحاق. خیلی قشنگه، برام این کتاب رو به هدیه دادن. همین هفته شبات میخوندم، داستانایی به خیلی جالبی داشت. یکی از داستاناش این بود که ایشون یه بار رفته بوده که پول جمع کنه برای یه اسرائیلی که افتاده بوده تو زندان، خب، و بعد باج میدادن که بیارنش بیرون. رفته بوده پول جمع کنه، همون شهر خودشون و شهرهای اسرائیل نشین اطراف و دهاتای اطراف و میرن و یه مبلغ خیلی عظیمی بوده که باید جمع میکردن، خیلی، و اصلا به ذهن نمیرسیده که ایشون موفق بشه. ولی اتفاقا خیلی سریع همه میان مبالغ بزرگی کاوت میکنن و میدن و در جام میدن و خیلی سریع این پول جمع میشه. نزدیکای دیگه اگه اشتباه نکنم 500 سکه طلا بوده نوشته بود، 490 تاشو جمع میکنه و یه دفعه قطع میکنه، میگه برگردیم. شمش که همراهشون بوده تلمیده میگه همراهشون بوده میگن آراف دسته که دیگه مونده اینا الان جمع کنیم براخا میریم میدیم و میاریم اسرائیل رو بیرون. میگه نه، این ماجرایی نیست. یعنی چی ماجرایی نیست؟ میگه کل این که میگن یه اسرائیلی زندانی شده زشقر، این دروغه. احتمالاً گویما الکی این شایعه رو پخش کردن که یه اسرائیلی زندانیه، اینقدر باید پول بدید که از ما پول بگیرن، واقعا اسرائیلی گیر نیفتاده. میگن آره از کجا میدونی؟ میگه بیاید بریم ببینیم. میرن و تحقیق میکنن و میبینن این دقیقا همینه، یعنی اصلا اسرائیلی تو زندان نیست. اینا یه گروهی اومده بودن این شایعه را پخش کرده بودن که از این طریق بخوان از اسرائیل این مبلغه رو بگیرن. میگن آره از کجا شما فهمیدید؟ میگن که من دیدم این مبلغه، مبلغ به این سنگینی، امروز همه چی خیلی داره صاف و خوب و راحت جلو میره، اصلا انتظار نداشتیم. گفتیم چند روز باید پول جمع کنیم، با سختی با بدبختی التماس اینا کن، التماس اونا کن، قرض بگیر، اینو بده. نه، به هر کی گفتیم در جا مبلغ زیاد، در از چند ساعت این پول جمع شد. خب اگر چیزی که به این صاف و ساده و خوبی داره میره جلو، این از قدوشا نیست. قدوشا نمیتونه اینقدر خوب و صاف جلو بره. قدوشایی حتما باید با حاشیه همراه باشه، یه چیزایی باید کنارش توش در بیاد، خب یه سختیایی باشه. اگر چون ساتان نمیذاره که این صاف بره جلو، ساتان چیزی که با قدوشاییه نمیذاره همه چیز خوب بره جلو، یه مسائلی بالاخره توش میاره. خب این اگه الان داره همه چیز صاف میره جلو، این یعنی این از توماس، خب، و واقعا همین بوده. میرن میبینن که میرن میبینن دقیقا همینه. پس این خیلی وقتا ما تو زندگیمون یه موقع میبینیم، خیلی هم میپرسن، میگن که آقا من از وقتی به خدا نزدیک شدم هزار و یکی مشکلات جلوم اومده، میخوام، من خدا میدونه من میخوام میسوت انجام بدم، من تا حالا شیور نمیرفتم، از وقتی شیور میرم هی جلوم مانع میاد، از این ور بچه مریض میشه، از اون ور فلان میشه، از این ور کارم اینجوری شده. خب مگه این اصلا شاید خدا اصلا نمیخواد من این کار رو کنم؟ نه، اتفاقا برعکس، وقتی آدم میخواد بیاد تو قدوشاییه که این چیزا جلوش میاد. وقتی تو توماس که خب راحت خوبه، همه چی بر حکل به صدر بر وفق مراده، هیچ مشکلی نیستش. وقتی که یه چیزی قدوشاییه، اون وقتی که این با مشکلات، پس وقتی ما تو زندگی مانع میبینیم این خیلی مهمه. ناامید نشیم بگیم خب یه مانع جلومون بود تموم شد ولش کنیم، نه، این مانع ها رو باید باشون جنگید. این مانع ها، این حواشی از طرف ساتانه، چون قدوشاییه باید این سهم ساتانه داده بشه توی این قدوشاییه که جلوش نگیره. و در نهایت این سوال دو، این سوال اولتون، سوال دومتون که میگید ظاهرا اتفاقا آدم خوبه اینجا عصاف بوده و یعقوب میاد از این ور سر عصاف کلا میذاره که به خوراییشو میگیره، از اون ور میاد براخاشو میگیره، از اون ور لاوان و حرمیا میاد با اون سیاست
اون حقشو میگیره کار کرده بوده. این چیه؟ نه، درسته که در توران موضوع عصاف خودش رمز داده شده، ولی ناوی میگه اینا. ناوی میگه که ات عصاف، ناوی اوودیا میگه، اوودیا خودش از ادومه، اوودیا ادومی بوده، گرسدق بوده، و کوچکترین ناوی هم ناوی اوودیاست، فقط یه پرق داره، فقط یه فصل داره، کوچکترین ناوی ناوی اوودیاست، یه فصلش هم در مورد پورانوت ادومه، یعنی چیزایی که سر ادومیا هشم انتقام میگیره ازشون. ادومیا از نسل عصاونه. هشم به ناوی اوودیا میگه ات عصاو سانتی، عصاو رو من دشمن داشتم. این اتفاقی نیست، این اتفاقی نیستش. عصاو ظاهرا خودش را خیلی قادوش نشون میداده، خب که میومده میگفته چطوری ملخ ها محصر میدن، چطوری تهوین ها محصر میدن و و و، ولی و در نتیجه چیزایی هم که در موردش نوشته شده خیلی به رمز نوشته شده، ولی عمقش همه اینا مشکلاتی بوده که عصاو داشته، همونطور که راشی میاره تو تفاسیر از میدراشی که واقعا عصاو چه مسائلی داشته، چه مشکلاتی داشته، چه عوروتی تو دستش بوده. خب و از اینی که ما میاییم میبینیم که هشم میاد نتیجش را چی میگه، ما میتونیم بفهمیم که پس توضیح اون پاسوغایی هم که نوشته چیه. یه مسئله در مورد ربی یوناتان ایبشیس تعریف میکنن، خیلی مسئله جالب. ربی یوناتان ایبشیس یه رابع خیلی بزرگ بودن، حدود 300-400 سال پیش در پراگ یه حاکمی داشته، شاهی داشته پراگ، که خیلی هم اهل مطالعه بوده، کل گمارا رو تلمود خونده بوده، و این میشسته تو هر فرصتی ربی یوناتان بحث میکرده. خب ربی یوناتان خیلی کتابای خوبی هم دارن، شولخانه رو اوریم و تومیم، کتابای دیگه یعرود دوش، کتابای خیلی خوبی دارن، بحث میکرده، خیلی خاخام خیلی بزرگی بودن، راو خیلی بزرگی بودن. و یه بار این ایراده میگیره، میگه که آقا من تلمود شما رو خوندم، این بدبخت عصاو تو تورا براش چیزی اونجوری نگفته، یکی مثلا گفته کی آیف آنوخی، من خستم، اومدید گزراشاوا کردید که آیف آیف قتل کرده بوده، اون روز زنا کرده بوده با نهرام اوراسا، بت پرستی کرده بوده. خب یه وعیو از عصاو تبه خورا رو نوشته، خیلی خب خار کرد به خورایه، ولی قتل و قتل به بدبخت میبندید، زنا میبندید، بت پرستی میبندید، اینا میبندید، اونا میبندید. از اون ورش یکی مثل داوید ملخ، داوید ملخ اسرائیل، ناوی میگه که بابا اومد بچه ور رو گرفت و اون ماجرا اوریا اخیتی هم فرستاد که کشته بشه، وقت شما تو گمارا میگید کل ها عمر داوید خطا اینو الا توه، هر کی میگه داوید زنا کرد اشتباه میکنه، چون که قبل از اینکه برن جنگ گت می نوشتن برا زناشون، طلاق نامه می نوشتن، و یا اوریا حقیقی مورد به ملخوت بوده، متمرد شده بوده به پادشاه، حکم مرگ داشته، اینا رو که ننوشته. برای عصاو چی ننوشته؟ میگه دمه این کارا رو کرد. برای داوید همه اینا رو نوشته؟ میگه نه، گت نوشته بودن و اونم آدم نکش متمرد بود. و یا روون همین پارشنگ نفته بود، خب میگه واضحا نوشته که با پیلگش پدرش بود، با بیلها، و شما میگید که نه، این یعنی میگید بیلبل یسوه آویف اومد بی احترامی، به خاطر اینکه بی احترامی کرد تخت یعقوب رفت از شادر بیلها آورد بیرون، به خاطر این برد شادر لا سر اینه، ولی مفوراش نوشته ویشگف. خب میگید نه، بعدش نوشته ویو بنه یعقوب شنه واسا. این چجوریه؟ پارتی بازی میکنید دیگه، دست خودتونه. عصاو هیچ کاری ننوشته براش، اونجوری میگید. روون اینا رو نوشته براش، داوید اینا رو نوشته، اینجوری میگید. ربی یوناتان چیزی بهش نمیگه. شاه نشسته بوده میخواسته، آره حالا گوش بدین، میخواسته سودا بخوره، براش آب میارن که دستشو بشوره، انگشتر جواهر داشته، انگشتر رو در میاره میذاره رو میز. ربی یوناتان هم همونجا نشسته بوده، انگشتره رو برمی‌داره میذاره تو جیبش. خب این قضا رو شروع میکنه و بعدش میاد انگشتره رو دوباره دستش کنه، حاکمه پادشاه هرچی این ور بگرد اون ور بگرد انگشتره نیست، کجاست؟ میگردن خدمتکارا رو صدا میکنه، پیدا نمیشه. میگه که کی خدمتکاری که اومد قضا رو کشید و این چیزا رو جمع کرد و بگید بیاد.
میگه تو پدر سوخته اینو برداشتی، تو دزدیدی. میگه به پیر، به پیغمبر، من نبودم. چی میگه جناب پادشاه؟ میگه پس کی بوده به غیر از من؟ با ربای بزرگ یهودیا، با توی پدر سوخته دیگه کی بوده اینجا؟ ایشون که امکان نداره همچین چیزی. خب استغفر الله، نمیدونم اونا مسیحی‌ها چی میگن استغفر الله، خصمشان. خب فقط تو، خودم هم که بر نداشتم، فقط تو میمونی، فقط تو میمونی. برید این پدر سوخته رو به چوب ببندید تا اعتراف کنه. ریبیونات هم میگه صبر کنید جناب پادشاه، دست تو جوبش میکنه درش میاره. میگه یعنی شما برداشت؟ میگه ریبیونات هم میگه که آره، ولی من هدف دارم، گوش بدید. چرا وقتی شما دیدید این انگشتر اینجا نیست به من شک نکردید؟ چرا فقط به این شک کردید؟ میگه به شما شک کنم؟ چجوری به شما شک کنم؟ با این مقام من میدونم چقدر خدا ترسی، چقدر پایبندی به دستورات تورا، همه اینا رو میدونم، ولی این یه خدمتکار پاشوتیه، اینا دزدن، همه اینا، همه اینا دل دزدن. خب و یوناتان میگه دقیقا همینه در مورد عصاو یا بیلعام، در مورد بیلعام هم همین رو ما میبینیم. از اون ور ما میبینیم که عصاو هاشون میگه اعتصاب سنتی، به ناوی اوودیا میگه. از اون ور در مورد بیلعام میگه که بیلعامو بکشید، به اسرائیل بیلعامو کشتن لفی خارف. پس یعنی چی؟ پس قضیهشون، کارشون اشکال داشته، کارشون اشکال داشته. پس هر چی هم نوشته، حتی اگر ظاهرن هم منفی نیست، ما منفی داراشش میکنیم، یعنی عمق داره. ولی از این ور ما در مورد یهودا میبینیم که ملخ اسرائیل، شیفته یشورون خونده شدن، هشم میگه اسمشو بزنید روی افود، بزنید روی خوشت، ملوخه از نسلش میاد، داوید ملخ میاد، یا در مورد داوید هم اینا میبینیم، ماشیخ میاد، هشم میگه ماشیخ شلومو از نسل داوید و شلومو باشه، بیت همقداش و شلومو بسازه، همه اینا رو ما میبینیم. پس یعنی چی؟ یعنی قضیه حتی چیزی که ظاهراً مشکل داره، اینا یه عمقی داشته، یه موضوعی پشتش بوده، یه چیزی پشتش بوده. خب پس اون چیزی که ظاهری به نظر میاد واقعاً باطنش این نیستش، یه چیزی پشتش هست. این بحث دومه، سوال دوم شماست که واقعاً اون چیزی که ما ببینیم، و این دوتا سوال هم مکمل همه ببینید، یعنی یه موقع یه حواشی ما میبینیم برای صدیقیم یا برای مسائل قدوشا، خب اینا فقط حاشیه است، ولی برای مسائل تومعا، خب این تومعه حتی بعضی وقتا خودشو به شکل قدوشایی نشون میده، مثل همون لبی اسحاق میبردید چوف که پول جمع میکردن برای امیم، ولی در واقع توماست، اون قدوشا نیست، همون مثل حرفای عصاوی که گول زنه، گول میزده، خب فریب میداده که محص چجوری نمک ها محصر میدن، چجوری کاه ها محصر میدن. اینا باید تو عمقش رفت، نمیشه به همین شکل ساده قضاوت کرد. موقع که حساب به خدایش میپروشه، بعدا ما دوباره میبینیم که خدا خودش نوشته به خور اسحاق حساب میکنه، یعنی دوباره هم اسحاق رو به عنوان به خور اسحاق میشماره. اینجا مسئله هست بخوری، ببینید بخور دو قسمتی، یکی اینکه واقعا کی اول به دنیا آمده، یکی امتیازات بخوره، یعنی در واقع این فروشی که انجام میشه در مورد امتیازاته، امتیازات بخورایی، چون بخورایی که مگه میشه فروخ؟ یعنی مثلا من بچه دومم میتونم برم از برادر بزرگترم بخورایی بخرم؟ اون اول به دنیا آمده، مگه میشه؟ مثلا اینکه بگید مثلا تو متولد 50ی تو به من بفروش سنت، من بشم 50 متولد 50 تو بشی متولد 60، نمیشه همچین چیزی. این منظور امتیازاته، امتیازاته که در نهایت خود سر این فروش امتیازات عصاو هم خودش تایید میکنه، بعدن که ابتدای پارشا و ایشخ اون هدایا رو یعقوب براش میفرسه، میگه یهش شلخا اجرلاخ، اون چیزی که مال توه برای تو باشه، یعنی قبوله، این چیزی که من فروختم و تایید میکنم، این تایید میشه و کار تموم میشه. اینم سوال خوبیه که چرا اصلا یعقوب آوینو، چرا اصلا اسحاق آوینو خواست عصاو رو براخا بکنه، چرا یعقوب رو نخواست براخا بکنه؟
اگر بگیم که خب پشاتش اینه که فکر میکردی که عصاو صدیق تره کی سعید بفیف، چیزی که خخامی میگن سید در دهانش بوده، یعنی با دهانش سید میکرده دعت پدرشا، خودش را صدیق نشون میداده، از اون بر گیر میکنیم. ببینید اسحاق آوینو یه آدم خسرو شالوم کمی نبوده، آوت که دوشیم. خب چطوری نشناخته بین پسراش که یعقوب درجهش بالاتره؟ از اون بر داشته میدیده که یعقوب اشتام یوشه و حالیمه و عصاو شکارچیه، ایش یوده اسعی. از اون بر اونجایی که میگه حقل قولی یعقوب اسحاق آوینو میگه و یادهیم یده عصاو، اونجا میدراش میگه یعنی چی قلقل یعقوب، صدا صدای یعقوبه، منظورش چیه؟ و منظورش اینه که چون اسحاق پرسید، گفتش که من میهرتا چجوری اینقدر سریع انجام دادی و غذا رو آوردی، و یعقوب جواب میده چون خدا جلو من مهیا کرد. خب اسحاق اینجا میگه که قلقل یعقوب، صدا یعنی نحوه صحبت، نحوه صحبت کیه؟ یعقوبه. چون عصاو اسم هشم رو نمیاره، شمشامیم اینو شاگور الپیف، اسم خدا ورد زبونش نیست، این صدا صدای یعقوبه. خب یعنی یعقوبه که این اسم خدا میاره. خب اگر اسحاق اینا میدونسته که عصاو شمشامیم شاگور نیست بودنش، یعقوبه که هست و همه این موضوعات رو میدونسته، پس چرا باز میخواسته براخه ها رو بده به چیز، بده به عصاو؟ اتفاقا نکته هم اینجا هم همینه. اسحاق آوینو فکر میکرده که ببینید میدونسته که عصاو اهل یشیوا نیست، اهل تلمید خاخام شدن نیست، اهل این مسائل نیست و یعقوب همه این مسائل رو داره، ولی اسحاق آوینو فکر میکرده که عصاو با توجه به تمایلات و کششی که داره، خب توانش در این حده و اتفاقا بر اساس توانش داره 100% توانش رو بالفعل میکنه. خب مثلا مثال بزنیم، یکی توانش 100ه 99 میگیره، یکی توانش 10ه 10 میگیره. تو در نظر ماما اون دهه رو که کسی که 10 گرفته اصد میگیم بچه تنبل، خب ولی و اون کسی که 100 گرفته 99 گرفته اون بچه زرنگه است، ولی تو دادگاه خدا برعکسه. کدوم درجهشون بالاتره؟ اونی که 10 میتونسته بگیره 10 ها گرفته درجهش بالاتره از اون کسی که توان 100 داشته ولی 99 گرفته. خب اینجا اسحاق آوینو اینجوری فکر میکرده، میگفته این عصاو تو ذاتش کشش داره به اون مسائل، به سعید و به اون مسائلی که هستش، مسائل غیر قودش، ولی با این وجود خودش اومده اینقدر کنترل کرده که بیاد خاصیت بشه که بگه چطوری کاهو معصر بدن، چجوری نمک رو معصر بدن. ولی از اون ور یعقوب از اون از بچگی علاقه داره به درس خوندن، به تلمید خاخام شدن، به توی شیوا نشستن، از این بچه های امروزه توی اسرائیل بهش میگن خانون، از این بچه هایی که اهل مطالعه و اهل ریچور و شری نیست و اهل خلاف نیست. خب پس یعقوب که تو راش هست، اوکی اون داره رای خودش رو داره میره. عصاوی که خیلی درجه داره که اینجوری داره با خودش میجنگه، تو فکر اسحاق آوینو اینجوری بوده و به خاطر همین میخواسته براخه ها رو به عصاو بده. خزاک.